کوچک حقیری را بزرگ و بزرگی را به عزیز ذلت میرساند. سلام خانم اتادی، خسته نباشید. مزاحمتون نیستم؟ خودت چی فکر میکنی؟ شما سوپرستارا چی میکشید خانم لیلا اتادی؟ به خدا گرفتار شدیم ها. این ور عکس اون ور عکس، مغازه میری، کوچه میری، خیابون میری، همه دنبالت. بچه پامو گرفته بود ول نمیکرد. نمیتونیم برخورد بدی داشته باشم. همه از شما توقع دارن، از ما توقع دارن. هر چی من میخوام از شهرت فرار کنم خانم لیلا اتادی. شهرت دنبالم میگه من تو رو میخوام، من تو رو میخوام. تا دیروز با خیارشور، از امروزم با این ماجرای جدید. خیارشور شورانه مله کردی تالا؟ چرا روشم عکس آقای اینجوری؟ خب اون منم دیگه. عکس شماست، چقدر فرق کردی. بله بله، ولی خانم لیلا آتادی حاضرم همه شهرتمو بدم برگردم به زندگی عادی. الان زندگیتون غیر عادی. من در خیابون واسطه بودم، منتظر ماشین بودم، یهو دیدم یه رومتری اتاق سه داره میاد. ترمز، یه خانومه بود، شیشه رو داد پایین گفت سوار شو. گفتم جون من برگم. گفت سوار شو خیارشور. آ گفت خیارشور، فهمیدم منو شناخته. پریدم تو ماشین. چه ماشینی، چه سرعتی. تو را با من خیلی حرف زد. تازه فهمیدم قضیه مسی رم میدونه. مسی همین فوتبالیسته؟ بله دیگه، معروف ترین فوتبالیست دنیاست دیگه، لیونل مسی. چون خیلی فوتبال دوست ندارم اخبارشو پیگیری نمیکنم. چه جالب، منم دقیقاً عین شما. من اصلا فوتبال پیگیری نمیکنم. من به خاطر داشتم چون فوتبالی و خانواده‌ام فوتبالو پیگیری میکنم. کی میری فوتبال؟ من که عرض کردم خدمتتون، من اصلا فوتبال نمیرم. منظورم اینه که کی میری. میخوام تنها باشم، دیالوگامو حفظ کنم. بله چشم، بفرمایید شما. معذرت میخوام. حقیری را بزرگ، حقیری را بزرگ و بزرگی را به عزیز ذلت میکشاند. آتشی گداخته که تمام وجودت را در آن ذوب میکند. در آتش چه میبینی جز آتش؟ این از تجربه من از عشق. اگر هنوز خود را پادشاه میبینی، بدان که هنوز عاشق نشده ای.